وقت رفته میبینی از طرف مرکی گنگولشه و وقت تلف نکت سونا میشد قطر قطر نسل یک نولی مقصیر یو حاجی تونسکی زریز بک چطورین بچه؟ امیدوارم در حال اش کردن باشین، در حال لذت بردن باشین. چه خبر؟ من اومدم با یه ریاکت دیگه از سیول به اسم رنده که خیلی هم میگن دیس، پرودوسر این آهنگ علی ایتیچه. خیلی هاتون میدونی علی ایتیچ هم رپر هم یوتیوبر تو افغانستان شناخته شده هست و جدا از اون میگن که آهنگ خفنی، یعنی موزیک ویدیوی خفنیه. قبل از اینکه بریم سراغ ریاکشن بچه، اگه دوست دارید ویدیوی بیشتری از من ببینید حتما دکمه سابسکرایب رو بزنید، زنگوله منگوله رو روشن کنید، سوشال مدیا هم میذارم اگه دوست داشتید اونجا منو فالو کنید، دوره هم اش کنیم آقا بچه ها، اش کنیم. و اینکه بریم ببینیم چی پخته مشتی. بگو بیان گنده ترینشون سه بگو بیان. یا یه بحثی هست تو رپ دری بین رپرهای افغانستان، یه مشکلی دارن با این کلاهی که بهش میگن حالا اسکی ماسک، یه هم این اسم کلاه هست، همه از این کلاه ها میذارم توی این موزیک ویدیو هم قشنگ. الان این کسی که داره تو تصویر نشون میده یه نفر که از این کلاه سرشه و هر کی میخواد بگه مثلا من گنگم یا میخواد مثلا یه سیس گنگی داشته باشه میاد از این کلاه سرش میکنه، که تا اونجایی که من دیدم این کلاه رو یکی از اعضای افرا کمپانی پوشیده بود، تا حالا دیستورب دیدم، دیستورب هم قبلا از افرا کمپانی بود، اونم پوشیده بود، دیگه نمیدونم کی اینا رو پوشیده. اما چیزی که هست دیس به همچین افرادیه، احتمالاً دیس به همچین افرادیه. فعلا من هیچی نشینم ولی برداشتی که من میکنم تا اینجای کار دیس به همچین افرادیه. میبینی هر طرف مرکی گنگولشه و رفته من میبینی هر طرف و اینا نداریم مشی آروم. اینجا ما یه قانونی که داریم اینه که آروم باید شروع کنی آقای سیاد، یواش خب رفته میبینی هر طرف مرکی گنگولشه و وقت تلف نکت سونامی شد قدر قطره نسلی یک نوری مقصی رفه نهوی که کپ ده سرمنده و نه دارت یکی اصره سری میخونه، سخته بفهمم چی میگه، تا حدودی متوجه میشم ولی خب رفته میبینی هر طرف مرکی گنگولشه و وقت تلف نکت سونامی نگار رفته من میبینی هر طرف رفته میبینی هر طرف مرکی گنگولشه و وقت تلف منو که گنگولش و وقت تلف نکت سونامی شد قطره نکر، یعنی این کارا نکر سونامی شد بدرقت. خب نه یه لحظه حس کردم دری یادم رفته، نه خدای شکر هنو یادم نسل یک نیولی مغز رپ بارس اگه گنگولشه و وقت تلف نکت سونامی شد قطره نسل یک نیولی مغز رپ نهویی که کپ ده سرمنده و نه دارت یکی از رپ رفته سرخت چون هنوزم دفعه چی گفت این فکر میکنم من همچین جمله یو توی یه دون از فریستایلام گفتم نهویی که کپ ده سرمنده نکت سونامی شد قطره نسل یک نیولی مغز رپ نهویی که کپ ده سرمنده و نه دارت یکی از رپ رفته میگه دقیق کامل متوجه نشدم ولی داره اشاره میکنه به کلا کپ و اینکه طرف از رپ هیچی حالش نیست. من خودم یه تکست دارم توش میگم هیپ هاپینی هر کی کلا کپ داره، اینا فکر کنم منظورش همچین چیزی بود، یعنی هیپ هاپینی هر کی از این رپی نیست هر کسی که از این کار میکنه، مخاطب ببینه که مخاطب داره، هیپ هاپینی هر کی کلا کپ داره مشی بگو بیان یک نوری مغزی رپه نهویی که کپ ده سرمنده و نه دارت یکی از رپ رفته سرخت چون هنوزم دفازه قد دقه نه فلو جدی میشه دقه دقه سیال کپ رای میشه دقیقه برک درک که بجونه گفت نرده گنگه سیال اورم رنده کتره قشنگ فلو قشنگه اسلو کات رو میشته ایرا برک درک کرد او کی میگف نرده گنگ سیال اورم رنده کت رفت کی بود برم نخ نخ میگه اونی که میگه گنگ سیال اونم رنده کرد درک کرد او کی میگف نرده گنگ سیال اورم رنده کت رفت کی بود برم نخ نخ کرد دسیلا وقتی خط نکردن ما شورت دیم در ایرا پخی ای تاج و تخت برم است ما
ما شور دادیم در رپ، یعنی فکر کنم ما پخش کردیم در رپ و واسه همین که تاج و تخت برام میگه ما این که در رپ پخش کردیم. من خودم کسایی که دیدم تو رپ دری خیلی تاثیر گذاشتم، سیال بوده، حسین یوسف 93 بوده، مصطفی بوده، افروز بوده، ریل بوده، علی تی اچ بوده، زرتشت بوده. اینا رو من میگم، اینا کسایی هم که رپ دری اومدن نشون دادن به بقیه که آره مثلا کیفیت کاری رپ دری بالاست. ترکی بودم از وشت و کای نامبر تون بیا بگو چه؟ جو تق بر مسته خود ترکی بودم از وشت و کای نامبر اشتوک هاجی، اشتوک یعنی بچه، اینو هم میدون اشتوک یعنی بچه. تون بیا بگو بد کدوم تو مشتدانت نامده در رپی داری مهمان و مستوار و ماکم پشتی مایکروفون ویده کدوم استخان رای مه مردی دی برو تست تست بش مثلم نه نست در رپو چیه اس رس گریفتی مستر بیت مرسد ازمه تی رس 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 کارگو بشر چرت نفال اسم سن استم نست سیالکتیش فکر. من فکر کردم سیال قراره اون فلوی قبلیش رو استفاده کنه، انتظار فلوی جدید نداشتم. خب انتظار فلوی جدید نداشتم، ولی نه فلوی قشنگی انتخاب کرده، فلوی خوبی انتخاب کرده. یه شانس آوردیم سیال، قرار بود ازت انتقاد کنم. نه نه در رپو چیه اس رس گریفتی مستر بیت مرسد ازمه تی رس 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 کار کپی پیس چرت چرت نپال اسم سر کار کپی پیس چرت 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 گریفتی مستر بیت مرسد ازمه تی رس 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 کار کپی پیس چرت چرت نپال اسم سر لستم نست سیالکتیش فیک نست نه. میگه خیلی قافیاش قشنگه، خیلی قافیاش قشنگه، میگه که همش کپی پیس چرت 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 نمیدونم اسم در تو لیست من نیست وایسا رس کار کپی پیس نه چرت نپال اسم در لستم نست اسم در لستم نست همه کارو چرت 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 ارفان میده تز مز مز میدم تو رو برش جر 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 سیالکتیش فیک نست نه و استش روی استیج بست گوره نتین زیاد شورو بانکی بوره ای خالتور رپر شد هر کسی که لایک پستش زیاد شد رپر ماشالله 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 همینه واقعا راست میگه. یعنی من درست پیش به یکی بچه ها میگفتم همه آرتیست شدن، یعنی همه آرتیست شدن. اولا اینکه کسی که میخواد رپر بشه اوکی یه ترک میده آره میتونیم بهش بگیم رپر، ولی آرتیست ببین آرتیست یه کسیه که توی اون زمینه که کار میکنه یه چیزی بهش اضافه میکنه، یعنی باید هر کسی ببین واسه همین میگم هنرمند، هنر تو باید یه هنری داشته باشی، یه هنری داشته باشی یه چیزی به این داستان اضافه کنی. خب ما هم که مثلا ما میام ریاکشن میریم با اون تو قسمت ریاکشن رو میگم، فقط این نیست فقط گوش کنیم، چیزی که میفهمیم علمی که راجع به اون موزیکو داریم میایم به بقیه که متوجه نیستن میایم اینو اطلاع میدیم بهشون، ولی اینکه بخوای رپ کنی و اسم خودت بذاری آرتیست نه، این واقعا این نیست. الان هر کی هم نگاه کنی همه 200 300 هزار تا فالوور دارن، همه هم ادو گنگول در میارن، لفظایی هم که هم از زمین من همه رو زدم، من تیمم خفنه، من فلانم، من اینم، من اونم، من فلان، واقعا هم همین، یعنی واقعا هزار تا از این آدم جمع شدن دورم و خودشون میگن آرتیست. من اینا رو اصلا به عنوان آرتیست قبول ندارم و مرسی که سیال به این موضوع اشاره کرد. ای خالتور رپر شده هر کسی که لایک پستش زیاد شد رپس های کوچیال شده در زور قرص و پودر رپر نشودی وقتش جس مایکروفون شیاف کن خی ساعت نشودی لبی پایم که مغزی سخته ای تو پانچه دیدی داری اندازه یه وزی تخم فل و رایم پشت سرم گم خوره چاپلوسی جلوی چشم مزمو تو میگه پشت سرم گم خوره چاپلوسی پشما ما میگیم چاپلوسی نه میگم چاپلوسی تخم فل و رایم پشت سرم گم خوره چاپلوسی جلوی چشم مزمو توری پوف ناق نه دقه دقه میشه فلو چند نه تکنیک خوبن محتوایش رپ میخونی روک برای چی صدایم توری دبل نیست ولی تکنیک بشی من این فاوری لوکس است به موترایش از پشتش میزنن دخترا چیق دافایی موی تلایی اوف سرخ لبایش اختر پشتش میزنن دخترا چیق دافایی موی تلایی اوف سرخ لبایش اختر داری بچه مخته داری دهی رپ بچور کدی کتا لامپی ماده اینجا مفت نمادیم از خاطر ویو کنه شور ندادی در رپ کوری استو ببینیم بچه ما دو نوع رپر داریم، یه رپر مثل سیال که جدا از این که دوست داره از رپ پول در بیاره و توی رپ شناخته بشه به خود رپ اهمیت میده، یعنی یه چیزی اضافه میکنه. یه رپر دیگه هم داریم، یه رپر دیگه هم داریم، اونم رپریه که فقط میاد واسه پول، فقط میاد پولو میزنه به جیب. مثلا ما نمونه ایرانیشو داریم ام جی،
مثلا خودش اصلا خودش میگه، میگه من بیشتر کاسبم تا آرتیستم. خب دو نوع آرتیست داری، من آرتیست نوع اول خیلی بیشتر دوست دارم که تو هم تو کار خودت خوبی، هم یه چیزی بهش اضافه میکنی، هم ازش پول در میاری، تا اینکه بیای فقط پول در بیاری. چون اونی که میاد فقط پول در بیاره اصلا براش مهم نیست رپ چیه، اصلا براش مهم نیست، میگه من چه کار دارم، من میام پولم در میارم، خدافظ، بای بای. من اینا رو اصلا میگم نباید بهشون گفت رپر، یارو خدای رپم باشه نباید بهش بگی رپر ماشی. مثلا اینو بیا فوتبال بازی کنی فقط واسه پولش. به نظر من قشنگی داستان، قشنگی زندگی به اینه که تو یه کاری انجام میدی ازش پول در میاری، علاقه هم بهش داشته باشی. مینوت فوری لوکس است موترایش از پشتش میزنن دخترو چیق دفاعی موی طلایی اوف سرخ لوایش عقده داری بچه مقته داری دایره پچور کدی کت لامپی ماده اینجا مفت نمادیم از خاطر ویو کونشور ندادی در رکوری استواری موتو هستی اندازه نقطه هاییش همین ورسکیم داشته جان دیدی چی تو کدومت متلاشی سرکار او رو فلوازی کنم، یعنی نیتون فلوازی بود دیگه، بخشش باشه یکی اصلا لغت شد. حاجه این بیتر رو من براش بخونم، بیت خیلی خوبیه، برای این بیت بخونم. یعنی نیتون فلوازی بود دیگه، بخشش باشه یکی اصلا لغت شد. سیال تموم شد پشمان بینیم چی میشه آخر. لوگوی سرک کرد قشنگه، فکر کنم دفعه اوله دارم میبینم که عوض شده، اگه اشتباه نکنم عوض شده، قبلا این شکلی نبود. یه سر، یه حالت سر نوشته شده که داره، بعد وسط اون دوتا سرایی که نوشته شده خطای خیابونه که سرک یعنی خیابون. نایس نایس. حالا تموم شد. راجب این که دیس به کی بود، نمیشه گفت دیس به شخص خاصی بود، چون این چیزایی که گفت شامل خیلی ها میشه، واقعا شامل خیلی ها میشه. خیلی هستن میگن استوریای سیال رو دیدم که مسخره میکرد کسایی که بهش گفته بودن آقا تو اومدی تو این موزیک ویدیو از فلانی اسکی رفتی، از فلانی اسکی رفتی. ببینیم بچه، یه سری چیزا هست نمیتونی بگی اسکی رفتی، یه سری چیزا هست انقدر زیاد اتفاق میفته توی رپ که نمیشه بگی اسکی رفتی. اونم چیه؟ اتفاقیه که توی یه موزیک ویدیو بین دو نفر میفته، میتونه گروگانگیری باشه، میتونه نمیدونم خفت کرده باشه بخواد تجاوز کنه، نمیتونم حالت مصاحبه داشته باشه. این اسنوپ داگ انجام داده، لیلیکی انجام داده، اینو سیال اینجوریشو انجام داده، جوین لوکاس انجام داده، همه انجام میدن هر کی یه مدلش انجام میده. این مدل موزیک ویدیو هم که سیال درست کرده بود خیلی هم هستن اینجوری درست کردن، تویستد اینسین هم درست کرده که خود سیال استوریشو گذاشت. به نظر من این اسکی نیست، اینا رو نمیشه بهش بگی اسکی. مثل اینه مثلا تو فوتبال یه نفر مثلا از سمت راست زمین 30 متر فاصله تا دروازه داره شوت میزنه میره تو گل، یه نفرم از سمت چپ زمین بازم 30 متر فاصله داره شوت میزنه میره تو گل، جاهاشون فرق داره، فاصله یکی هم. بعد بیا بگی نه تو خواستی ادای اونو در بیاری، به نظر من همچین چیزی نیست. چون توی رپ تو هر موضوعی رو سر موضوعات محدود داریم، ولی قشنگیش چیه، هر کسی میاد این موضوع از یه طرف بهش نگاه میکنه. این اومده یه موزیک ویدیو رو اینجوری بهش نگاه کرد، اومده اینجوری ساختتش. داریم کسای دیگر رو که میتونن توی همچین محیطی با همچین امکاناتی یه جور دیگه موزیک ویدیو در بیارن، بازم همین موضوع رو بهتون نشون میدن. پس به نظرم روی این حساس نباشین. دوم این که به کی دیس بوده، بازم میگم دیس به شخص خاصی نمیشه گفت، دیس به یه جمعیتی میشه گفت، چون خیلی اصلا این کارو میکنن، چه رپ دری، چه رپ ایرانی، چه رپ آمریکایی، چه فرانسوی، هر چی. نظرتون راجع به موزیک ویدیو چی بود؟ من که حال کردم، خوبیش چی بود؟ فلوهایی که تغییر میداد، چون من اگر این دفعه رو سیال فلوشو تغییر نمیداد من انتقاد میکردم، نه که فلو تغییر نده ها، نه، نسبت به سطحی که سیال توشوه به فلوهای بهتری نیاز بود. فلوهای جدیدی حتی شنیدم، خیلی حال کردم، خیلی لذت بردم، چون خودم هم خیلی فلو دوست دارم. و اینکه هیچی دیگه همین، بچه من لذت بردم، امیدوارم شما هم لذت برده باشین. بعد تا ریاکشن بعدی، پیس اپ.